حالا باید ببینید که بعد از انتخابات ایران اون جنایی که میاد سر کار با آمریکا میشینه، چون آمریکا میخواد با اون جنا، حالا دقیقا معلوم نیست که کدوم جناه، با اونا بشینه و جریان ایران رو اصلاح. این خیلی بحرانی شده دیگه. بله بله. اون سوالی رو مطرح میکنه که من اول صحبت هم اشاره کردم که خب اینا بشینن مذاکره، ولی این درهای این مذاکره باید به روی مردم ایران باز بشه. بله ولی متاسفانه مثل که هر دو طرف، بله مثل که هر دو طرف مایلن که سر این گفتگوها بازی کنند. حالا بله. تا که این بازی خطرناک ادامه خواهد داشت، متاسفانه که هم از یک طرف مردممون در اثر این تحریم ها با اون فشارهایی که بر روی مریضهای ما، آدمهای کم درآمد ما و زحمتکشان ما تحمیل میشه از یک طرف، بله. کمرشون شکسته و مرگ و نابودی براشون میاد، از یک طرف هم که هرچی در میاد خرج اسلحه میشه. من فکر میکنم که مبارزات مردم ایران در این 100 سال گذشته به مرحله رسیده، چون باید اینو قبول بکنیم و خود روشنفکران مترقی عرب و ترک ها در ترکیه، این حرفی که من میزنم قبول دارم که مبارزات مردم ایران یک یا دو مرحله از مبارزات کلیه کشورهای خاورمیانه جلوتره. بله. اون چیزی که امروز در مصر اتفاق میفته 30 سال قبل در ایران اتفاق افتاد. بله. اونا میتونن تجربیات ما استفاده کنن. بله. اونا میتونن. حالا نظام جهانی در مورد ایران با یه مسئله بزرگی روبرو است که در مورد اون کشورها روبرو نبود. ببینید تا 3 سال گذشته به محض اینکه نظام دید که آقای حسنی مبارک اون به اصطلاح مشروعیت خودش رو هم از دست داده، جایگزین داشت برای اون مرسی. بله. بله. یعنی فاندمنتالیستا، بله. یعنی بانور مسلمی، یعنی این سلفیستا. بله. درسته؟ بله. یعنی یک کمپرادور وابسته به اصطلاح سکولار رو انداخت بیرون، یک کمپرادور وابسته مذهبی به اصطلاح، بله 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 به اصطلاح معتدل که نیست دیگه. این در ایران 30 سال قبل اتفاق افتاد. درسته. کمپرادور سکولار شاه رفت و جایش یه چیزی اومد که به اصطلاح در کسبت اسلامی، بله، همون کمپرادور بود و قرارم بود که سلطه طلب. ایران آمریکا اون آلترناتیو نداره دیگه. بله. هر دو بی آبرو شدن، سکولارها اونجوری بی آبرو شدن که رفتن، این آخوندها هم که در کسبت اسلامی حضور پیدا میکنن آبروشون رفته بین مردم. بله. جا پارسه بنام، یکی از عللم این که گره کور همین مسئله است که هر دو طرف رو شده دستشون و بازی دیگه ای رو فعلا ندارن بکنن، یا مثلا برن صبر کنن بتونن از این جناح چیز معتدلتر گیر بیارن، مردم به نوعی راضی کنن. آره. بله. 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 گره کور هم همین اینه که مرتبا با هم چنگ و ناخن نشون میدن، دندون نشون میدن. بله. اینی که واقعا به اون مرحله کوری قضیه رسیدن دیگه. رسیدن. درست. این در مورد مثلا ها کشورهای مالی و ساحل، کشورهای ساحل که میگن همون کشورهایی بله. که در صحرا قرار گرفتن در آفریقا، مثل موریتانیا، بخشی از الجزیره، بخشی از نیجر که دارای منابع بزرگ طبیعی اورانیوم و مس و نفت و انرژی های گاز طبیعی دارن. بله. در اون کشورها هنوز اینا میتونن سکولارها را یکی بعد از دیگری مثل مالی نابود بکنن، ضعیف بکنن و اسلامی ها را بیارن. بله. و هدف این حرکت هم خیلی علاقه داشتم اینو با شما مطرح بکنم، هدف این جریان هم اینه که دولت آمریکا از طریق دولت فرانسه، نه خودش، بله، ولی دولت فرانسه میخواد یک ساحلستان اسلامی به وجود بیاره. ساحلستان، بله. ساحلستان کشورهایی خواهم بود که در ساحل یعنی صحرای آفریقا قرار گرفتن. بله بله. مثل مالی، موریتانیا، بخشی از الجزیره، نیجر و کشور چاد و بخشی از جمهوری آفریقای مرکزی. اینا رو میگن ساحل، یعنی کشورهایی که
80% خاکشون صحراست. بله. خب این بخش از آفریقا از یک موقعیت استراتژیکی عجیب غریبی بهره‌منده و اونم اینه که نزدیک به 60% یورانیوم جهان و مس جهان در اونجاست و نفت در این منطقه قرار گرفته. یعنی از نظر داشتن منابع طبیعی معدنی انرژی این کشورها دقیقاً مثل امارات عربی هستند. بله. و عربستان سعودی مثل جنوب ایران. یعنی دقیقاً مدل عربستان سعودی امارات عربی رو در اونجا پیاده کنه به ساحلستان. ببینید یعنی اینجاست که مردم اون کشورها بدبختا حالا تازه خواهند دید که یک کشور ساحلستان برسد اومن که خواسته دولت‌های فرانسه بود. ها هم بله. از چارلز دوگو تا آقای سارکوزی یک سال و نیم قبل اینا از یک سرزمینی همیشه در ادبیات سیاسیشون صحبت میکنن به اسم Great Saharan Africa. بله. یعنی آفریقای بزرگ صحرا. صحرای بزرگ آفریقا. بله که اینو اونجا بریزود بیارن که تمام اون معادن رو داره دقیقا مثل امارات عربی همون متحده دیگه امارات متحده عربی در خلیج فارس. بله بله اونو میخوام. یعنی من میخوام بگم که در این کشورها مردم تازه باید از این کمپرادورهایی که بعد از استقلال این کشورها بعد از زنگ زانی دو اومدن سر کار و اکثرشون اخته شدند، ضعیف شدند و فساد گرایش پیدا کردن، فاسد شدند. امروز از دست اونا که نجات پیدا میکنن میفتن دست ساحلستان ها، یعنی طرفداران سلفیه و اینا دیگه. بله بله. یه الان نوبت اوناست بسیدین که به جای بله. بله ما در مورد ایران این مرحله رو ما گذشتیم. 30 سال هم از بله میدونه این دیگه نمیتونه برگرده دوباره یک سکولاریستایی رو بیاره سر کار که با اون سکولاریستای قبل از انقلاب تفاوتی نداره. دقیقاً دقیقاً. و بعد و همین جهت هم هست که جناب پارسا بنا وظیفه نیروهای استقلال طلب آزادی خواه و برابری خواه سنگین تر الان، برای اینکه بله بله الان برای اینکه دشمن دقیقاً در شرایطی قرار گرفته که خب اونم میدونه که اوضاع چطوره و سعی میکنه فضا رو بر این جناح ببنده گروه رو، حالا به هر طریقی که ممکنه، حالا جنگ، حالا تجزیه است و هر طریق، چون راه دیگه و چاره دیگه ای نداره. نداره و کاملا هم حرف شما درسته و همین کار رو هم توسط همون بخشی از سلفیستا که به اسم سلفیستای دیوبندی معروف هم بله. طالبان ها و اینا لشکر صحابه که در سیستان بلوچستان ایران حنفی های سنی ایرانی رو به طرف خودشون میکشن و بنیادگرا میکنن در این ارتباطی که شما گفتید که اینا میخوان مثلا سیستان و بلوچستان و یا بخش خوزستان و اینا رو از ایران جدا بشن. بله آذربایجان کردستان بله الان بله اینا یا برای حل معضل خودشون و این غارت خودشون به مجبورن که حالا دیگه به این راه ها دست بزنن دیگه. بله. جنگ نشد تجزیه، اگه شد جنگ تجاوز دیگه. بله. یعنی من در تایید حرف شما که کار ما مشکله دقیقا. از یه سو هم امیدهای بزرگ امیدهای نو به وجود اومده. ببین رژیم یعنی هم جمهوری اسلامی هم نظام جهانی سرمایه دیگه در ایران آلترنتیو ندارن. قبلا داشتن دیگه، اون آلترنتیو رو شده در مصر هنوز رو نشده، داره رو میشه هر روز میبینید، ولی در ایران 33 سال طول کشید که رو بشه. بله کاملا. سپاسگزارم جان پارسابناب، خسته نباشید. حتما در گفتگوی دیگه باز به این بخش، خیلی به نظرم بخش بسیار مهمی است و بدون اینکه خستشیم یا کوتاهی کنیم، در این بخش هماهنگی و همراهی نیروها باید بیشتر صحبت کرد. بیشتر صحبت بکنیم. خیلی علاقه دارم. بله. چون سلاح و جهل جمع آمد به هم، گشت فرعونی جهان سوز از ستم.
تا قلم در دست قداری بود، لاجرم منصور برداری بود. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خیلی تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر. اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب در پاسخ به این پرسش ها که آیا انقلاب 22 بهمن 57 ملت ایران یک انقلاب بود یا نه و چرا؟ مفهوم و مقوله انقلاب؟ نیروهای درگیر آن، چانها که همراه بودند، چانها که مخالف؟ در زمان وقوع این انقلاب ایران چه وضعی داشت؟ دستاوردها و اهمیت‌های آن؟ چرا انقلاب شکوهمند و خشونت‌گریزی که پیروزی گل بر گلوله مینامیدنش به چنین روزگاران تیره و سیاه و تباهی و این همه خاری تبدیل شده و سرانجامش این چنین شد؟ درس ها و آموزه های ما از وقایع و رخدادهای تلخ پس از سرقت انقلاب برای امروز و فردا و آینده؟ خواستهای ملی ملت ایران از مشروطیت و پیش از آن برای امروز با توجه به شرایط این رژیم؟ سه اصل مهمی که ملت ایران از پیش از مشروطه به دنبال آن بود و امروز مهمتر شده است؟ آیا این حاکمیت مطلقه مستقل است یا وابسته؟ آیا سیاست خارجی در خدمت سیاست داخلی است؟ تعریف استقلال در شرایط امروز جهان؟ دو نظریه درباره دموکراسی که دموکراسی بدون استقلال مفهوم ندارد و استقلال بدون آزادی. عده‌ای که معتقد بودند دیگران دموکراسی برایشان بیاورند، امروز نه دموکراسی دارند و نه امنیت. نقش عامل خارجی و عوامل بسیار راست آنها در حمایت و همراهی با مذهبی‌های مرتجع در این انقلاب. عامل داخلی و سرکوب نیروهای مستقل و برابری‌خواه و آزادی‌خواه هم در طول 25 سال سلطنت و سپس پس از انقلاب. پراکندگی مزمن و وحشتناک نیروهای استقلال طلب و آزادی‌خواه. چرا نیروهای استقلال طلب و آزادی‌خواه و برابری خواه نمی توانند سازمان و تشکیلات داشته باشند؟ اوضاع فعلی جهان در ارتباط با ایران و به ویژه تأثیر تحریم ها و رنج و درد کودکان و زحمتکشان و کم درآمدان جامعه. آنان که می گویند با تحریم ملت ها به تنگ آمده و انقلاب خواهند کرد، اگر وابسته نباشند آیا افراد مسئولی هستند؟ برنامه آمریکا از طریق فرانسه برای ایجاد منطقه ساحلستان آفریقا. توجه می‌فرمودید این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.